سلام به شما، به خبر دستولو و طلو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. دیدار در ایران، امیرخان متقی با اسماعیل خان و احمد مسعود در تهران دیدار کرد. کماندان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره ما هم په ایران کې ولیدل، نو نور افغانانو سره ما هم ولیدل او ټولو ته ډاډ ورکړو چې هر څوک راتلی سي افغانستان کې ډاډه ژوند تېرولی سي. اعتراضات زنان در افغانستان، شمار از زنان عدالت خواهی شب هنگام در جاده های پایتخت را آغاز کردند. ما با پیش گرفتن دیوارنگاری می خواهیم پیام خود را برسانیم که ما نسل هستیم که نوشتن و خواندن را یاد گرفتیم و چیزی که حق ما است ما او حق خود را می خواهیم و هیچ وقت نابود شدنی نیستیم. تلاش ها برای ایجاد ارتش 150,000 نفری در افغانستان. رئیس ستاد ارتش همچنان می گوید یک ارتش 80,000 نفری در کشور آماده شده. کسایی که البته داوطلبانه تصمیم داشته باشند اونا حتما جذب میشه و کسایی که مسلکی هستند از او تا حال کار گرفته شده و در آینده هم گرفته میشوند. و توافق همکاری سکتور خصوصی افغانستان و ایران. من بهرام امان میزبان شما هستم. سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت و اسماعیل خان در تهران دیدار کرد. امیر خان متقی به آنکه جزئیات بیشتر درباره این دیدارش بدهد گفته به احمد مسعود و اسماعیل خان اطمینان داده تا به کشور برگردند، زیرا امارت اسلامی به کس مشکل امنیتی ایجاد نخواهد کرد. سرپرست وزارت امور خارجه این بازگشت از ایران در میدان هوایی کابل اعلام کرد که با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت و امیر اسماعیل خان از فرماندهان پیشین جهادی دیدار کرده است. کماندان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره ما هم په ایران کې ولیدل، نو نور افغانانو سره ما هم ولیدل او ټولو ته ډاډ ورکړو چې هر څوک راتلی سي افغانستان کې ډاډه ژوند تېرولی سي. تهران نیز با تایید میزبانی از این دیدار میگد که طرفهای افغانی گفتگوهای خوبی با هم داشتند. هرچند جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود این دیدار را رسما تایید نکرده است، اما حفیظ منصور یک عضو این جبهه آن را تایید میکند. پس از روی کار آمدن امارت اسلامی این نخستین دیدار میان جبهه مقاومت و امارت اسلامی است. ما امیدوار هستیم که دو طرف خاک خود زندگی را در خاک خود از همه چیز که مقدم بدانن. این یک قدم نخست مهم است که برش خیر مقدم میگیم که در گفتگو باز شد. قدم دوم و مهمتری است که در مشارکت در قدرت باز شود و سطح تصمیم گیری. از سوی دیگر منابع به طلوع نیوز تایید میکنند که همزمان با سفر دو روزه امیر خان متقی به تهران، عبدالقیوم سلیمانی برادرزاده امیر اسماعیل خان که معاون سفارت افغانستان در ایران بود، از سوی آقای متقی به عنوان سرپرست سفارت گماشته شده است. دیپلمات مقرول به سفر لکه سلیمانی سپه تهران که مقرری و تهران افغانستان دولت اصلا پرستیت پیزوی داخل لفت ممون دیپلماتیک. سفارت افغانستان در تهران در حال به امارت اسلامی سپرده می شود که تا اکنون هیچ کشور جهان به شمول ایران نظام کنونی در کابل را به رسمیت نشناخته است. گروه از بانوان برای رسانیدن آواز عدالت خواهیشان به جامعه جهانی این بار شب هنگام به جاده های پایتخت برآمدند. آنان از آنچه که افزایش فزاینده محدودیت ها بر زنان می گویند انتقاد دارند و شعارهای در این باره بر دیوارهای کابل نیز نوشتند. این حرکت مدنی شب هنگام پس از آن صورت می گیرد که برخی از اعتراض های مشابه بانوان در جریان روز با خشونت ها روبرو شده بودند. در ادامه اعتراض ها برای اعادی حقوق زنان در کشور، این بار شمار از بانوان در تاریکی شب و بخش های از کابل برآمدند و با رنگ، اسپری، قلم، زغال و هر وسیله ممکن خواستهایشان را بر دیوارها برجسته می سازند. این بانوان می گویند که برای جلوگیری از به خشونت کشانیده شدن راهپیمایی هایشان، حالا روش های تازه را در پیش گرفتند. ما با پیش گرفتن
دیوارنگاری، می خواهیم پیام خود را برسانیم که ما نسل هستیم که نوشتن و خواندن را یاد گرفتیم و چیزی که حق ما است ما او حق خود می خواهیم و هیچ وقت نابود شدنی نیستیم. هر راه را به خاطر آزادی و حقوق ما امتحان خواهیم کرد تا اینکه به حق و حقوق ما نرسیدیم ما از این کارا و از اعتراضات ما دست نمی کشیم. حق کار، تحصیل، آزادی و پوشش از شعارهای کلیدی این بانوانند. آنان از امارت اسلامی می خواهند که به مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان نه نگوید. اعتراضات و راهپیمایی‌هایی را که ما انجام می‌دادیم به خشونت می‌انجامید و طالبان از هر شکل و از هر روشی به خاطر پراگنده کردن مسترزین استفاده می‌کردند. برنامه ما به ولایت‌ها نیز گسترش کرده و اگر که شعارهای ما پاره میشه با امو برخورد خشونت‌آمیزی که می‌کنند ما به دستای خود شعار نوشته می‌کنیم. اما امارت اسلامی یک باری دیگر از تلاش‌ها برای زمینه‌سازی آموزش و کار به زنان در کشور تأکید می‌ورزد. روی یک چارچوب و چوکات کار می‌کنم و انشالله برای خانم‌ها هم زمینه‌های خوب درسی و کاری را فراهم می‌سازد و نگرانی‌های مشروعی که آنها داره رفع می‌شود. افزون بر این زنان به شیوه های دیگر از جمله برپایی نشست های اعتراض آمیز در خانه ها و پوشیدن لباس های مردانه نیز برای اعادی حقوقشان اعتراض کردند. رئیس ستاد ارتش گفته که یک ارتش 80,000 نفری در کشور آماده شده. قاری فصیح الدین فطرت در مراسم فراغت سربازان ارتش در هرات میگوید تلاش ها برای افزایش شمار سربازان این ارتش به 150,000 تن ادامه دارند. در سوی دیگر این مقام بلندپای امارت اسلامی بر جلوگیری از حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند تاکید می‌ورزد. 500 سرباز ارتش که پس از 2 ماه آموزش های نظامی آماده انجام وظیفه شدند. قاری فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش در مراسم فراغت این سربازان میگوید که در ماه‌های پسین 80,000 سرباز ارتش در قلوردوهای کشور جذب شدند. به گفته او قرار است شمار سربازان ارتش کشور به 150,000 تن برسد. کسایی که البته داوطلبانه تصمیم داشته باشند اونا حتما جذب میشه و کسایی که مسلکی هستند از او تا حال کار گرفته شده و در آینده هم گرفته میشوند. رئیس ستاد ارتش تاکید می‌ورزد که نیروهای امنیتی توانایی حفاظت از مرزهای کشور را دارند. او از پاکستان می‌خواهد که حصارکشی مرزی در خط فرضی دیورند را متوقف سازد. جایی که حصارکشی شده و جایی که حال باقی مانده ما از کشور همسایه ای را خواستیم که به همون شکلی که بوده باشه و این حصارکشی ها صورت نگیره. این سربازان تازه نفس در بخش های مختلف نظامی آموزش های مسلکی را فرا گرفتند. تعلیمات، هر نوع تعلیمات ما داریم و عسکر داریم، از عقیدوی و فکری شروع تا تعلیمات اسلحه، تعلیمات بدنی. اینا بخش های توپخانه را خواندم، دفاعی را خواندم، تقیم تو اسلحه خفیفه را خواندم، تو اسلحه لیزری را خواندم. اچه واس موجود اسلحه ده چې مشت د دشمن څخه په غنیمت کې پاتې سوی یا د تیر وخت څخه په افغانستان کې هغه اسلحه و هغه پټولو کې دوی مهارت ترلاسه کړی دی. در همین حال سربازان ارتش با ساز و برگ های نظامی در شهر هرات قدرت نمایی می کنند. اتاق صنایع و معادن گفته که در سفر به ایران، کابل و تهران درباره سرمایه گذاری های مشترک سکتور خصوصی در بخش های معادن، انرژی، همکاری بانکی و تعرفه های ترجیحی به توافق رسیدند. رئیس این اتاق تاکید می‌ورزد که ایران تعهد کرده که در بخش صادرات میوه خشک و تازه افغانستان را یاری برساند و نیز این دو کشور به هدف توسعه بازرگانی و سرمایه گذاری چندین کمیته مشترک کاری ایجاد کردند. در محورهای مهم اقتصادی به نتایج خوب رسیدیم. توسعه تجارت دو جانبه، سرمایه گذاری سکتور خصوصی دو کشور در بخش معادن و انرژی افغانستان، تاکید بر صادرات میوه‌جات خشک و تازه افغانستان، تعرفه های ترجیحی، همکاری های بانکی، مسائل ترانزیتی و مشکلاتی که در گذشته بود، کمیته های کاری تعیین شد که تا بر این مسائل نقطه پایان گذاشته شود.
نهاد رسانه‌ای افغانستان گفته که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی حضور خبرنگاران زن در رسانه‌ها کاهش یافته. این نهاد با اعلام نتایج یک پژوهش میگوید 79% خبرنگاران در پی تحولات پسین کارهایشان را از دست دادند و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. نتایج پژوهش این نهاد نشان می‌دهد که نزدیک به 70% خبرنگاران از کارکرد نهادهای پشتیبان رسانه‌ها رضایت نداشتند. وضعیت بد اقتصادی، نبود امنیت جانی و مادی، کمبود کار، ادامه خشونت ها و نبود امنیت شغلی از عمده چالش هایی است که سد رای کار رسانه‌ای در کشور قرار داره. اما با وجود این همه خبرنگاران افغانستان محکم و با اقتدار استاده و از درد مردم روایت میکنند. شمار نیروهای اخراج شده از صفوف امارت اسلامی به بیش از 2500 تن رسید. کمیسیون تصفیه صفوف امارت اسلامی گفته این نیروها پس از شکایت مردم، داشتن پیشینه نادرست و رعایت نکردن مسائل اخلاقی بازداشت و شمار از آنان به دادگاه ها معرفی شدند. پس از آنکه کمیسیون تصفیه صفوف امارت اسلامی 3 ماه پیش آغاز به کار کرد، تاکنون بیش از 2500 تن را در سراسر کشور شناسایی و بازداشت کرده است. رئیس کمیسیون تصفیه می گوید که این نیروها پس از شکایت مردم و زیر پا کردن فیصله های امارت اسلامی شناسایی و شمار از آنان به دادگاه نیز معرفی شده اند. مثل سابقه ماضی بعد برخورد بد با مردم شون شکایت مردم یا ملوث بودن در کارهای غیر اخلاقی هم شون مسائل دیگری. رئیس کمیسیون تصفیه صفوف می گوید که روند بررسی کارکرد نیروهای امارت اسلامی در ولایت های کندز، جوزجان، پکتیا، پکتیکا، بامیان و دایکندی تا اکنون به گونه کامل تکمیل شده است. تا اکنون بعضی از ولایت پاک شدند، تصفیه شدند، مثل کندز، جوزجان، پکتیکا، قسمان پکتیا، بامیان، دایکندی، غور. اما برخی از نظامیان پیشین به این باورند که روند تصفیه صفوف امارت اسلامی در صورت موفقانه خواهد بود که پرونده های متخلفان از سوی افراد حرفه‌ای بررسی شوند. اشخاصی با تجربه مجرب باشند که اینا را از لحاظ مسلکی بررسی کنند، بقربندشان را مطالعه کنند. تا اکنون جزئیات مشخص درباره هویت بازداشت شدگان و اتهام‌های وارده بر آنان داده نشده اند. اما پیش از این بارها شهروندان کشور در بخش‌های از کشور شکایت کردند که برخی از افراد با استفاده سو از نام امارت اسلامی به اذیت و آزار آنان می‌پردازند. ادامه خبر ده پس از وقفه کوتاه. وزارت ترانسپورت و هوانوردی از ادامه گفتگوها برای واگذاری مدیریت 5 میدان هوایی کشور به شرکت های خارجی خبر می دهد. این وزارت می گوید که تاکنون تصمیم در این باره نهایی نشده. در این حال برخی از آگاهان می گویند که واگذاری تامین امنیت و مدیریت میدان های مهم هوایی کشور به شرکت های خارجی در از سرگیری پروازهای بین المللی به میدان ها کمک خواهد کرد. چانه‌زنی ها درباره گرفتن اداره میدان های هوای افغانستان همچنان ادامه دارند. بیش از 2 هفته است که کابل سرگرم گفتگو با شرکت های از ترکیه، قطر و امارات متحده عربی برای سپردن ارائه خدمات میدان هوای کابل و 4 میدان هوایی دیگر است. دی کابل او چلور و نور و هوایی دگرونو دی تخنیکی چارو دی قرارداد پاره با سرا تخنیکی تیمون خبری کوی نو خبر جریان لری. اٹکل شای و چی شلو نتر 25 ورځې پورې به دا خبر دوام کوي. در همین حال معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی می گوید که خوشبینی ها درباره به نتیجه رسیدن یک توافق با هیئت های قطری و ترکی بیشترند. تا بالی که مذاکرات را انجام دادیم ما راضی هستیم از مذاکرات خود. کارا پیش میره، یعنی روحیه مثبت زیاد است. از سوی هم شماری از آگاهان می گویند که واگذاری اداره میدانهای هوایی افغانستان به شرکتهای خارجی سبب از سرگیری پروازهای بین المللی به کابل و گسترش روابط بازرگانی کشور خواهد شد. باید ما مدیریت میدان هوایی را یا خود ما یا به قطر یا ترک ها یا به دبی ها باید بسپاریم، به خصوص که در این شرایطی که در حقیقت پروازها هم آغاز بشه.
در این میان خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش می‌دهد که وزیر خارجه این کشور درباره افغانستان با همتای قطریش تلفنی گفتگو کرده است. نهادهای امنیتی امارت اسلامی یک بار دیگر هشدار می‌دهند کسانی که از نام امارت اسلامی استفاده سوکنند با کیفر خواهند رسید. در فرماندهی قلعه اردوی الفتح گرد آمده، بزرگترین پایگاه نظامی در شمال کشور. هدف از این همایش بررسی اوضاع امنیتی و رسیدگی به مشکل شهروندان گفته شده است. معاونان وزارت دفاع، داخله و ریاست استخبارات امارت اسلامی از دو روز بدین سو در اینجا با بزرگان قوم و عالمان دین دیدار کرده اند. امارت اسلامی باید همیشه خوب کار بکنه، خدمت مردم بکنه. شب و روز باید امنیت مردم کوشش بکنه که امنیت مردم بگیره و زمینه کار و زندگی مردم باید برشان برابر بکنه. گفتگوها در اینجا به دور از دید رسانه ها برگزار شده است. از نشست خبری مسئولان امارت اسلامی هم خبری نیست. این تصویرها نیز از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ به دسترس رسانه ها قرار گرفته است. معاون وزارت دفاع در این نشست بر پشتیبانی از امارت اسلامی تاکید می‌ورزد. مر کوشش دیگه که وو شهر رقم پتوان می مر به هیچ مبسطه بیا هیچ دکپارو کمی حمایتگر چی دیگوات اجازه ورنکو. برخی از کسانی که در این همایش شرکت کردند خواهان پیکار با فساد مالی و اداری و به کیفر رساندن کسانی هستند که از نشانه امارت اسلامی سوء استفاده می کنند. د تصفیه صفوف په ارتباط باندې دا وړاندیز لرو چې هر چی ډیر زیات په سرعت سره دغه موضوع ته دوی توجه وکړي چې زمونږ ولایت کې بعضی استفادی د قدرت نه یا سوء استفادی د مجاهد د نوم نه زمون ولایت کی هم کیگی. باید توجه بسیار جدی از سوی مسئولین محترم امارت اسلامی در سطح تمام ولایات، در سطح تمام ادارات در نظر گرفته شود تا جلوی فساد و نفوذ فساد در ادارات گرفته شود. معاون ریاست استخبارات امارت اسلامی در این همایش میگوید که به عفو عمومی وفادار هستند و کسانی هم که آن را رعایت نکند به کیفر خواهند رسید. وقتی که اعلان شد در بین جی کسایی بودن که اونا رو ما میشناختیم که خانه در خانه ما بمبار کرده بود، اونا رو ما میشناختیم و میشناسیم و کسایی را که برای مجاهدین به خیلی قساوت قلب به شهادت رسانده، او کسایی ما ببینیم که به سالها ما را کنج زندان انداخته، بازم همی که عفو از طرف مقام رهبری اعلان شده این ما مراعات میکنیم. مقام های دفاعی و امنیتی در اینجا می گویند که امارت اسلامی در تلاش تعامل با جامعه جهانی است و به زودی مشکل اقتصادی شهروندان نیز از میان برداشته خواهد شد. ادامه خبر ده پس از وقفه کوتاه. فرمانده لوای اول مرزی در شرق کشور گفته که نیروهای تازه نفس به پاسگاه های امنیتی در امتداد خط دیورند فرستاده خواهند شد. مولوی ثناءالله سنگین در مراسم فراغت نیروهای تازه مرزی میگوید این نیروها برای دفاع از کشور در 32 پاسگاه تازه ایجاد شده در نقاط صفری خط دیورند جابجا خواهند شد. این نیروهای مرزی که شمار آنان به 150 تن می رسد پس از فراگیری آموزش های نظامی یکونی ماه از مرکز آموزشی لوای اول مرزی شرق کشور فارغ شدند. فرماندهان نظامی در شرق کشور می گویند که این نیروها در پاسگاه های تازه ایجاد شده در امتداد خط دیورند بسیج خواهند شد. با صفری نقطه که هر متجاوز گر پا مقابل که دخپل دی خور دی دفاع دی پارم چی آماده کردی در همین حال فرمانده قلعه اردوی 201 خالد بن ولید میگوید که دفاع از کشور اولویت کاریش است. از صبح که موسر خپل مشکل دی خبر نه راحل کی بوت بخیر هیس کله بچاته د اجازه ورنه کی چې مونږ په مابین کې داسې مخاردار دو که کانټه تر تیر کی او زمونږ لسونه سره جدا کی دا د سره په هیڅ صورت او سره نه منو نه منل دا نه منو او نه به پریدو. با این حال نیروهایی که تازه فارغ شدند میگویند هرچند دوره آموزشی کوتاه مدت را سپری کردند اما توان کامل برای برآمدن از مسئولیت ها را دریافتند.
د څنګه چې امیرانو امر وي همه قصد امیرانو امر اطاعت به مونږ کوو ان شاء الله تعالی. مونږ د خپلو سرحداتو څخه په پوره میړانه او شجاعت سره دفاع کوو او هیچ چا ته دا اجازت نه ورکوو چې زمونږ د هیواد او زمونږ د دین سپکاوی وکړي. ادامه حصارکشی نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند سبب تلش‌های تازه با افغانستان در ماه‌های اخیر شده است. انتظار می رود که یک هیئت بلندپایه پاکستان بر رهبری مشاور امنیت ملی آن کشور برای گفتگو در این باره و مسائل دیگر به زودی از کابل دیدار نماید. ادامه خبر ده پس از درنگ کوتاه. با وجود سردی هوا و خطر جان باختن در مسیر راه، مسافرت های غیرقانونی از کشور به هدف رسیدن به اروپا نوز هم جریان دارد. حکایت جان باختن حامد احمدی، جوان 21 ساله در این مسیر خطرناک نمونه از این گونه تلاش های نافرجام است که برگرداندن جسدش نیز هزینه بزرگ برداشته. در بیرون از کشور، هند دومین کشور پر جمعیت جهان در حال وضع محدودیت بر شمار از ایالت های خود است. پس از آن که این کشور در یک شبانه روز گذشته بیش از 150,000 مورد ابتلا به اومیکرون را ثبت کرد، مقام های آن تصمیم قرنطینه شمار از شهرها را گرفتند. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر ده. شب خوش. ایام با کامتون.